سلام، رضا حسینی راد هستم. بعضی وقتها مراجعه میکنیم به یک وبسایت که مثلا آخرین اخبار روز رو ببینید. بعد متوجه میشین که در حین اینکه دارید اون مطلب رو میخونید، یک تبلیغی کاملا مطابق با سلایق و نیازهای شما بهتون نشون داده میشه. مثلا اینجا لاویا رو به من نشون میده که یک فست فود توی شیرازه. اگر تبلیغ بعدی رو ببینم، رستوران اصیل یا ایران برگر هستش که باز یکی از فست فود های معروف شیرازه و من قبلا توی اسنپ فود ازشون خرید داشتم. باز وقتی میام پایین تر و یکی دیگه از پست های این وبسایت رو مثلا باز میکنم که بخونم، یک تبلیغی رو به من نشون میده برای سایت آدرس دات آی آره که من قبلا وارد این سایت شدم و از خدمات این سایت حالا استفاده کردم یا حداقل یک بازدیدی از این سایت داشتم. خیلی عجیبه که تبلیغاتی که دقیقا مناسب نیازهای من هستش رو اینجا داره به من نشون میده. اما میخوایم ببینیم چطور این وبسایت ها یا این شرکتی که تبلیغ کننده این تبلیغ توی وبسایت عصر ایران هست چطور داره نیازهای من رو شناسایی میکنه و تبلیغهایی مطابق با نیازهای من بهم نشون میده. اگه بخوام چگونگی این کار رو بهتون توضیح بدم، باید در رابطه با تبلیغات ریتارگتینگ یا ریتارگتینگ ادورتایزینگ صحبت بکنم. تبلیغات ریتارگتینگ یا هدف گذاری مجدد تبلیغی هست که مشتری رو شناسایی میکنه یا کاربر رو بهتره بگم شناسایی میکنه و توی سایت های دیگه با توجه به نیازهای اون کاربر که از قبل شناسایی شده تبلیغاتی رو بهش نشون میده که این تبلیغ باعث میشه برند شما خیلی خیلی بهتر و برای همیشه توی ذهن مشتری بمونه. به عنوان مثال شما وارد وبسایت میهن وردپرس میشید، پکیج وب مستران طلایی رو میبینید. این پکیج وب مستران طلایی توضیحاتی رو به شما میده، حالا ممکنه قانع بشید و اون پکیج رو بخرید یا اینکه نه اون پکیج رو خریداری نکنید و بعد از اینکه اون پکیج رو خریداری نکردید وارد یک وبسایت دیگه میشین. توی اون وبسایت مجدد تبلیغ میهن وردپرس یا تبلیغ وب مستران طلایی رو میبینید و وارد میشید. براتون خیلی عجیبه که یک پکیجی که خریداری نکردید یا اون محصولی که خریداری نکردید رو توی وبسایت های دیگه هم توی چند تا وبسایت تبلیغش رو میبینید و در نهایت تصمیم میگیرید که اون رو بخرید، چون حتما محصول خوبی هستش که اینقدر سایت های مختلف تبلیغش رو کردن. اما ریتارگتینگ چطور متوجه میشه یا تبلیغات ریتارگتینگ چطور متوجه میشه که شما قبلا از این صفحه دیدن کردید؟ خیلی راحت، همین الان توی گوگل سرچ بکنید تبلیغات ریتارگتینگ، وبسایت هایی رو میبینید که تبلیغات ریتارگتینگ انجام میدن. من هیچ کدوم رو اینجا معرفی نمی کنم برای اینکه تبلیغ نشه این ویدیو. وارد اون وبسایت ها میشید، ثبت نام میکنید و یک کد رهگیری به شما میدن که اون کد رهگیری رو تو سایتتون قرار میدید. با استفاده از اون کد رهگیری اون شرکت تبلیغاتی یا اون شبکه تبلیغاتی که شما میخواید ازش تبلیغات رو خریداری بکنید کاربر شما رو شناسایی میکنه، آی پی و کوکی کاربر رو ثبت میکنه توی دیتابیس خودش و مشخص میکنه که این آی پی کاربر شماست و به این صفحات رفته و از این مطالب سایت شما دیدن کرده. حالا دقیقاً تبلیغاتی که مرتبط به کاربر شما هست رو توی وبسایت های دیگه قرار میده. به چه شکلی؟ وبسایت هایی که قرار تبلیغ بگیرن کد تبلیغات رو از اون شرکت میگیرن، توی سایتشون قرار میدن و بعد از اینکه توی سایتشون کد رو قرار دادن، تبلیغات هر کاربر متناسب با نیازهای خودش بهش نمایش داده میشه. ما به این مورد میگیم تبلیغات ریتارگتینگ یا تبلیغات هدف‌گذاری مجدد که خیلی میتونه به شما کمک بکنه برای افزایش فروشتون. معمولاً بابت هر کلیکی که توی این سیستم‌ها انجام میشه بین 1000 تا 3000 تومان شرکت‌های تبلیغاتی از شما می‌گیرن و یک مبلغیش رو هم به این
وبسایتی که به عنوان مثال اینجا عصر ایران هست و تبلیغات رو نشون داده پرداخت میکنن. این وسط هم کاربر شما به برند شما اعتماد بیشتری میکنه و ممکن هست به احتمال زیاد خرید بکنه. همین که شما محصولتون رو فروختین، هم این وبسایتی که اینجا تبلیغ قرار داده سود میکنه و این وسط شبکه تبلیغاتی هم یک درصد سودی رو برای خودش برمیداره. یعنی یک معامله وین وین برای هر سه طرف. پس همین الان توی گوگل سرچ بکنید تبلیغات ریتارگتینگ یا هدف گذاری مجدد و از این وبسایت های تبلیغاتی استفاده بکنید برای افزایش فروشتون. موفق باشید.